سه گناه باعث تغییر چهره انسان ها می شود. مسخ عمومی از میان امت پیامبر خدا برداشته شده. به برکت رسول علیه السلام و به برکت احترام رسول گرامی صلی الله علیه و سلم مسخ عمومی از این امت برداشته شده. در زمانه های قبل از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم امتها گناه میکردند، رب العالمین برشان نشان میداد. بنی اسرائیل گناه کردند، الله متعال به خوک و خنزیر مبدلشان ساخت. قیردتن خاسئین، شادی شدن و ارزش شادی شدنم نداشتن، بوی میدادن. با گناه و معصیت که انجام دادن الله متعال شادی ساختشان. و اگر مسخ عمومی از میان امت رسول گرامی برداشته شده، مگر اینکه این سه گناه انجام داده شود در میان امت رسول الله، چهره هایشان مسخ می شود، یعنی چهره هایشان تغییر می کند. اینجا مسخ جزئی است. اول، مقتدی که قبل از امام سجده می کند. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند اون کسی که قبل از امام سجده می کند نمی ترسد که چهره زیبایش را الله متعال به خر تبدیل بکند. چقدر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم سخت بیان کردن اینجا، یعنی قبل از امام سجده میکنه رسول الله خر را تشبیه دادن برشان. ما خودمان کاری را انجام میدهیم که سبب رفتن آتش جهنممان میشود. یعنی به این معناست که کسی که سجده میکند قبل از امام، ممکن که رب العالمین، خشم رب العالمین بیاید و چهره اون را به خر تبدیل بکند. قهر و غضب پروردگار یک دم تلاطم میزند، چهرهش را به خر تبدیل میکند. اون شخص یک کسی دیگری را آورده، امام مقرر کرده و خودش قبل از امام سجده میکند. اطاعت از امام واجب است. چهره ایشان بی نور می شود. محدثین اینجا شرح می دین، می گوین چرا خر را مثال آورد. به خاطر اینکه خر نمی داند که خوبی و خرابی را تفکیک نمی کند. در جایی صدا بلند می کند که اونجا موقعش نیست. پس کسی که پیش از امام سجده می کند، اون از جهالت خود استفاده کرده. موقعی که سجده می کرد اونجا سجده نکرده، بعد از امام باید سجده می کرد. اول امام سجده می کنه، باز مقتدی. دومین شخصی که چهرهش بی نور می شود، اشخاصی است که به قضا و قدر الهی ایمان ندارند. یک شخصی از نزدیکایشان وفات میکنه، میگه اگر با آن جا نمیرفت وفات نمیکرد، اگر چنین کار را انجام نمیداد چنین نمیشد. یعنی به قضا و قدر رب العالمین باورمند نیست، ایمان ندارد. ای هم چهرهش تغییر میکند. خداوند پیامبر خدا تشبیه دادن به خر. ما خود کاری را انجام میدیم که سبب رفتن ما به آتش جهنم می شود. ای جوان، چرا چنین کار را انجام میدی که سبب رفتن تو به آتش جهنم می شود؟ سوم، شنیدن موسیقی و موسیقی نوازی. هنر است میگن. ای جوان، هنر
هنری که تو را به آتش جهنم می کشاند خود را جلوگیری بکن. موسیقی نوازی شایسته انسان معاصر نیست. باید از چنین کار ما جلوگیری بکنیم که سبب بی نوری چهره ما می شود. چهره ما نورش را از دست می دهد. ای جوان، چرا چنین کار را انجام می دهی که سبب هلاکت خود می شوی؟ الله می فرماید ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. الله میگه خود را به دستان خود به هلاکت نندازید. ما باید کاری بکنیم که اله العالمین از ما راضی شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.